با درود بر شما فرشتگان عزیز، بنده مسعود رستمی هستم و در این اپیزود در رابطه با یکی از فیلسوف‌های بسیار برجسته مکتب رواقیون به نام سنکا صحبت خواهم کرد. سنکا حدود یک سال پیش از تاریخ میلادی تا حدود 65 سال پس از تاریخ میلاد زندگی کرده و در اسپانیا به دنیا اومده و در روم هم تحصیلاتش رو ادامه داده و به عنوان یکی از چهره‌های اصلی فلسفه دوران امپراتوری روم هم شناخته میشه و بسیاری از مبانی تفکری مکتب رواقیون رو در واقع سنکا شکل داده و حتی در دوره رنسانس هم بسیاری از این تفکرات دوباره زنده شد و دوچار بررسی مجدد انجام گرفت. در طول زندگی شخصی سنکا ایشون جزو آموزگاران و مشاوران امپراتور نیرون بوده و به واسطه خود نیرون هم در واقع کشته میشه، به واسطه اینکه دسیسه کرده بوده یا متهم میشه به جزو افرادی که دسته کننده بودن برای کشتن امپراتور نیرون و مجبورش میکنن که خودکشی کنه. سنکا در واقع هیچ تئوری فلسفی رو بنیان نمیگذارد، بلکه اون سیستم فکری رو که در مکتب رواقیون بود یک سر و سامانی میده. همونطور که در اپیزودهای قبلی خدمتتون عرض کردم، بنیان تفکری مکتب رواقیون رو این اساس هستش که زندگی ایدئال هستش که هماهنگ با قوانین طبیعت باشه و این قوانین طبیعی یا قوانین نچرال قوانینی هستش که ما هم جزوی از اون هستیم و اگر ناملایماتی در زندگی مشاهده میشه، این ناملایمات نیست بلکه این قسمتی از طبیعت هستش که اتفاق میفته و ما باید بپذیریم، گردن بنهیم و باید با اون هماهنگ و همراه باشیم. بنیانگذار این مکتب فکری زنون هست که حدود 300 سال قبل از میلاد این مکتب رو بنیان گذاشت. یکی از کارهایی که سنکا کرد این بود که ما باید ذهن خودمون رو آماده کنیم برای چالش هایی که در زندگی با اون مواجه میشیم، مانند تبعید، مثل نبودن غذا، مثل فلاکت ها، بدبختی ها و چیزهای دیگری که ممکنه برای یک انسان پیش بیاد، یا محرومیت های چندگانه ای که تحمیل میشه به انسان در طول زندگی و انسان باید اینها رو تحمیل کنه. و سنکا بر این باور بود که ما نباید اجازه بدیم که این حوادث ما رو ناراحت کنه و آرامش ما رو به هم بزنه، گرچه خب به هر حال عمل کردن به این بسیار مشکل هست. و از دیگر بنیادهای فکری رواقیون این بود که در یک مقیاس جهانی و یا کیهانی اگر ما زمان رو در نظر بگیریم، طول عمر ما یک مقدار بسیار کوچکی از این مجموعه گذشته و آینده زمانی هستش که ما برای جهان داریم. در نتیجه اینکه انتظاراتی که ما از جهان پیرامونی داریم که اون جهان به ما بخواد بده و آرزوهای ما برآورده بشه و این امیدی که ما دنبالش هستیم یک امید عبث و بیفایده هست، چرا که دنیا بر وفق مراد ما نخواهد چرخید. حتی در آثار اپیکتوس هم اومده که اگر شما منتظر باشید که جهان چیزی رو که مقدر شده به شما بده ولی شما امیدتون فراتر از اون باشه، دچار یأس و ناامیدی خواهید شد و بهتر است که بپذیرید، گردن بنهید به آن چیزی که طبیعت و جهان به شما داده و در این صورت زندگی مناسب تری خواهید داشت. بنابراین
نوعی موافق جهان زیستن رو سرلوحه زندگی خودشون قرار میدن و نقش عقل هم در همین راسته است. یعنی در واقع عقل باید در جهتی ما راهنمایی کنه که ما در چه جهت بتوانیم موافق با این جهان زیست کنیم و اینکه طبیعت این جهان چی هست که ما باید موافقش زیست کنیم هم خودش در واقع یک مسئله هست و این حرکت عقلی موافق با جهان زیستن نوعی فضیلت رو در نظر میگیرن. در رابطه با روح هم از دیدگاه سنکا و رواقیون مسئله جالبی هست، اینکه روح مادی هست و اینکه مبنا و یا اسنس روح در واقع عقلانیت هست، به نحوی که این مادیت روح و عقلانیت دارای نوعی وحدت هستش که به نام سایکولوژیکال مانیزم هم تعبیر شده. اگر ما بخوایم این سایکولوژیکال مانیزم رو بیشتر توضیح بدیم، به فرض مثال اگر ما برای دو حرکت مخالف هم که یکیش عقلی هست و یکیش غیر عقلی هست هر دو انگیزه داشته باشیم برای هر دو این عمل، این دو انگیزش متناقض به واسطه جدال بین قسمت عقلی و غیر عقلی روح نیست، بلکه هر چیزی که ما ظاهراً یا فکر میکنیم که غیر عقلی هست در واقع انگیزه هایی که غیر عقلی هست اگه بهش نگاه کنیم در واقع از همون قسمت عقلی روح میاد که شاید بد عمل کرده باشه. از این منظر سایکولوژیکال مانیزم متفاوت هست با هر دوی چیزی که هم ارسطو و هم افلاطون برای روح قائل بودن. در رابطه با دیدگاه سنکا به فرض مثال در رابطه با خدا هم چند نکته باز اهمیت هست، اینکه خدا شامل هر چیزی می شود که انسان می بیند و هر چیزی که انسان نمی بیند و دومی که خدا تماماً از سول و ریزن یا روح و عقل تشکیل شده و در جای دیگه به ریزنینگ اکشن تعبیر شده، یعنی عقلانیتی که در فعلیتی خودش رو به صورت جاری و ساری نشون میده که در هم تنیده شده است، عقلیت و فعلیت. و در تو با چیزهای دیگه‌ای که ما در زندگی در واقع به کار میبریم مثل علت و علل، مثل یونیفرس، مثل تقدیر و غیره هم زیاد مطلب داره و سنکا نسبت به رواقیون فاز یک بر این باور بود که مانند رواقیون فاز یک هم بر این باور بود که خداوند هم مادی هست و در واقع تنیده شده در جهان پیرامونی ما و این به این معنی نیستش که ما خدا رو به صورت یک قسمت خاصی از ماده به صورت انتیتی یا موجودیتی یا به قول معروف ویزیبل انتیتی ما نمیتونیم خدا رو نشون بدیم، ولی که گاد و نیچر هم ارز هست و هر دو سودمند هست و قسمت زیادی از کتابی که در تو با آن بنفیتس هست، در تو با سودمندی هایی که برای بشر هست نوشته این هستش که خدا و نیچر سودمند هست. نیچر برای ما سودآور هست ولی کن خودش نیچر یا خدا سودی از این نمیبره، چون خدا علت و علل هم هست. در نتیجه ما میتوانیم وجود به فرض مثال خورشید، فصلها و غیره و کل چیزهایی که در طبیعت میبینیم رو به خدا نسبت بدیم و همون چیزهایی که به اون میرسه به نوعی در واقع مرتبط با خدا میشه. اون تعارضی که وجود داشت بین این که این دوگانگی بین خدا و طبیعت رو در واقع رواقیون از بین میبرن، یعنی هر چیزی که از طبیعت به اون میرسه در از خدا مارسته، چرا که خدا و طبیعت یکی است.
در رابطه با اینکه آیا خدا نسبت به ما کر میکنه، اهمیت میده و یا بیتفاوت هست یا نه، اینجا با اپیکوریان در واقع متفاوت فکر میکنه، متضاد اپیکوریان هست. اپیکوریان میگفتن که خداوند کاری بشر نداره و دور از ما هست، در یک فضای بین کهکشانی هست و غیره و تأثیری روی تقدیر و سرنوشت انسان نداره. لیکن در رواقیون، چه رواقیون نخستین، چه فاز یک دو و چه سنکا که فاز سه هستش، بر این باور بود که نه، خداوند اهمیت میده و نسبت به این که برای بشر چه میگذرد و چه چیزی مقدر شده است مهم است و به خاطر همین هم هستش که این طبیعت که یک گیفت و یا هدیه ای از طرف خداوند هست برای بشر، این زمین به عنوان یک مکان مناسبی برای زندگی تربیه شده و این مکانی هم که برای ما تربیه شده پایدار هست، استیبل هست. خوشبختانه سنکا فیلسوفی هستش که نوشته های مکتوب بسیاری از خودش به جا گذاشته. در باب کوتاهی عمر، سنکا بر این باور هستش که زمانی که ما برای زندگی داریم کوتاه نیست، بلکه بسیاری از این زمان رو ما هدر میدیم و این محدودیت نه تنها در رابطه با زمان و طول عمر زندگی هست، بلکه هر چیزی که مربوط به ماهیت وجودی انسان هم هستش رو فناپذیر هست و داره طول عمر کوتاه هست و تشبیه میکنه سنکا که انسان مانند یک جام شکستنی هست و نهایتا میشکنه و از بین میره و در این حال حیات رو با ارزشترین چیز در جهان معرفی میکنه، به نوعی که بقیه چیزها مانند ثروت، مکنت و مسائلی از این دست تحت شعاع ارزش زندگی قرار میگیره و در نامه هایی که در قالب مقالات نوشته سنکا متذکر میشه که معمولاً انسان این ارزشی که باید قائل بشه برای زندگی و زمانی که در اختیارش قرار داده شده قائل نیستش و متذکر میشه که نهایتاً تعداد بسیار محدودی هستند که واقعا زندگی کردن و حیاتشون رو، ارزشش رو دونستن. دیدگاهی که به مرگ داره سنکا هم بسیار جالب هست و به نوعی متفاوت است. در واقع سنکا میگه که مرگ از همون زمان شروع تولد و یا حیات ما شروع میشه و مرگ یک پروسه هست که اون لحظه‌ای که ما اصطلاحاً به عنوان مرگ می‌نامیم قسمت نهایی از این سلسله حوادثی هستش که منجر میشه به مرگ، یا دوره پخته شدن یا دوره تکامل مرگ هست که باعث میشه ما در اون نقطه نهایی فوت میکنیم، وگرنه مرگ از همون ابتدای حیات در واقع شروع میشه، اونجا تمام میشه. مانند یک ظرفی که آبش پر میشه، اون لحظه پشتر لحظه انتهایی هست و ساعت انتهایی زندگی ساعت مرگ نیست، بلکه ساعت کامل شدن پروسه مرگ هست. به تعبیر دیگر ما در مسیر رسیدن به مرگ در یک زمان طولانی از عمرمون قرار داشتیم. در ضمن سنکا اشاره میکنه که گذر طول عمر ما نه با شاه، با حکم یک شاه متوقف میشه، نه با تشویق مردم متوقف ادامه پیدا میکنه، گرچه در رابطه با خودش این اتفاق افتاد و با حکم نیرون متوقف شد. حالا از این که بگذاریم، تعبیری که سنکا به کار بره برای زندگی این هستش که این حیات مانند قرضی هستش که طبیعت به ما داده و انسان عاقل این قرض رو بدون هیچ تأسفی باید پس بده نهایتا. بنابراین مواهب و یا کادوها یا گیفت‌هایی که ما از نیچر یا از طبیعت گرفتیم در مالکیت ما
نیست و هر چیزی که نیچر به ما داده از روز اول تا آخر عمر دونه دونه‌ش رو پس می‌گیره و انسان آخر انسانی هستش که به تعبیر سنکا از تمام این قرض‌هایی که طبیعت بهش داده استفاده بکنه و بعد در نظر داشته که تمام اینها قابل تغییر هستند، قابل بازگشت به نیچر هستند و در این حال هر لحظه امکان داره که این قرضی که طبیعت به شما داده از شما پس بگیره. و اینکه من این مقدار سال زندگی کرده ام از دید سنکا جمله درستی نیست. بهتر بگیم که این مقدار زندگی به ما داده شده تا الان و هر روز که ما از خواب بلند میشیم این یک بونس یا یک کارت زندگی برای اون روز رو از نیچر یا از خداوند دریافت میکنه. بنابراین سنکا این گونه در نظر میگیره که هر روزی که ما از خواب پا میشیم باید تصور کنیم که اون آخر روز زندگی ما هست و باید به بهترین نحو ازش استفاده بکنیم. در نتیجه اگر ما فردا از خواب پا نشدیم هیچ گونه انگزایتی و یا نگرانی برای ادامه عمرمون نباید داشته باشیم، برای مردنمون نباید داشته باشیم. بسیاری از آموزه هایی که سنکا در رابطه با مرگ گفت بعدها در مسیحیت استفاده شد و در متون مقدس مشابهش پارالل اومد و متون مراتب با این تفاوت که انتهاش رو وصل به یک نقطه ماوراء طبیعی میکنن. بنابراین اگر ما بخوایم یک بار دیگه دستبندی کنیم مطالبی که سنکا بحث میکرد در رابطه با مرگ، که این هستش که زندگی در کل آمادگی برای مرگ هست. دوم اینکه انسان عشق طبیعی و یا علاقه وافر طبیعی به وجود هست، به اگزیستنس هست که هستی داشته باشه و همطور اشاره میکنه به علاقه که انسان داره برای اجتناب از مرگ و دوری جستن از این اتفاق و بحثی که در رابطه با ترس ناشی از مرگ یا مواجه شدن با مرگ برای بعضی از انسان‌ها پیش میاد میفته و اون رو در دلیل فلسفه ارائه میده و اشاره میکنه کسی از زمان خودش درست استفاده کرده باشه این هدیه که از طرف طبیعت داده شده رو هر دسته میتونه پس بده و نگرانی از این بابت نخواهد داشت. در رابطه با قطعیت مرگ و عدم قطعیت زمان اتفاق مرگ و عواقبش هم نکته دیگه هستش که سنکا بهش میپردازه. از اونجایی که سنکا مانند بقیه رواقیون تقدیرگرا هست میگه که این تقدیر و یا سرنوشت، اینکه اون شخص چند سال اون خواهد کرد، از ابتدای تولدش براش مقدر شده و مشخص شده و اینکه این شخص چه مدت قرار اون بشه مشخص است. خوبی یا بدی مرگ جزء ذاتی پروسه مردن نیست و بسته به شیوه و دلیل مردن ممکنه متفاوت باشه. بنابر دیدگاه رواقیون خودکشی هم قابل توجیه هست، چرا که اگر ما فرض کنیم که زندگی یک هدیه‌ای هستش که از طرف نیچر بشر داده شده، بشر میتونه خودش هر وقت خواست این قرض رو پس بده، بگه مثلا نمیخوام و خودکشی بکنه. و این حتی اینکه حکومت میتونه افراد مجرم رو بکشه هم توجیه کرده سنکا و خودش هم البته به همین مصیبت نهایتاً دچار میشه. بسیار خوب، این اپیزود رو من اینجا خاتمه میدم. در آتی امیدوار هستیم که به سایر مکاتب تفکری پساسقراطی بپردازیم و همینطور راجع به خود رواقیون فیلسوفای دیگری هم هستن که ما هنوز بهشون نپرداختیم و خود سنکا هم هنوز به طور کامل سایر
جنبه‌های فکریش هنوز بهش پرداخته نشده و امیدوار هستیم که کم کم ما با مبانی تفکری رواقیون و سایر مکاتب فکری و فلسفه پیش از رنسانس و در حین پس از دوران رنسانس و قرون وسطا آشنایی کامل بشیم. بسیار خوب، من جایی بذارید رو خاتمه میدم تا اپیزودهای بعدی روشن باشید و روشنگر بمانید.